ابو عبید عبدالله ابن احمد ابن ابی طاهر مشهور به حسین ابن منصور حلاج از عارفان نامه ایران در قرن سوم و دهه اول قرن چهارم هجری است. وی از مردم بیضای فارس بود. ولادت او در آن سامان به احتمال در سال 244 هجری اتفاق افتاده است. پدر حلاج به نظر می رسد که به کار پنبه‌زنی مشغول بوده و به مناطق نساجی ایالات خوزستان که در آن وقت از تستر یعنی شوشجر تا واسط شهری در کنار دجله بین بصره و کوفه امتداد داشته مسافرتی کرده و پسر را با خود همراه برده است. حلاج در دارالحفاظ واسط به کار فرا گرفتن علوم مقدماتی پرداخته و تا سن 12 سالگی قرآن را از بر کرده است و سپس در پی فهم قرآن ترک خانواده و خانمان گفته و مرید سهل ابن عبدالله شوشتری شده است و سهل شوشتری به او اربعین کلیم الله یعنی چله نشستن بر طریق موسی پیامبر را آموخته است. حلاج از آنجا به بصره رفته و در بصره در مدرسه حسن بصری شاگردی کرده و از دست ابو عبدالله عمر ابن عثمان خرقه تصوف پوشیده و به طریقت معزون گردیده است. حسین در آنجا با دختر ابو یعقوب اقطع بصری ازدواج نمود و چون عمر ابن عثمان مکی با این وصلت موافقت نداشت، گاه به گاه بین عمر و مکی و اقطع بصری اختلاف به وجود می آمد. جنید بغدادی یا نهاوندی به حلاج پند می داد که شکیبا باشد. حلاج به اطاعت جنید مدتی طاقت آورد و شکیبایی کرد تا اینکه سرانجام به تنگ آمد و به مکه رفت. حلاج در سال 270 هجری به سن 26 سالگی برای انجام فریضه حج نخستین بار به مکه رفت و در آنجا کلماتی می گفت که وجدانگیز بود و باعث افزایش روحیه می شد. در مراجعت از مکه به اهواز به اندرز دادن مردم پرداخت و با صوفیان گشتی و ظاهری به مخالفت برخاست و خرقه صوفیانه را از سر کشید و به خاک انداخت و گفت که این رسوم همه نشان تعلق و عادت است. حلاج از آنجا به خراسان رفت و 5 سال در آن دیار ماند. پس از 5 سال اقامت در مشرق ایران به اهواز بازگشت و از اهواز به بغداد رفت و از بغداد برای بار دوم با 400 مرید بار سفر مکه را بست و دومین حج را نیز پشت سر گذاشت. در این سفر بود که بر او تهمت نیرنگ و شعبده بستند. پس از این سفر به قصد جهانگردی و سیاحت به هندوستان و مراوان‌النهر رفت تا پیروان مانی و بودا را ملاقات کند. در هندوستان از کناره رود سند و ملتان به کشمیر رفت و در آنجا به کاروانیان اهوازی که بارچه های زربفت تراز و شوشتر را به چین می بردن و کاغذ چین را به بغداد می آوردن همراه شد و تا ترکان چین یکی از مراکز معنویت پیش رفت. سپس به بغداد بازگشت و از آنجا برای سومین و آخرین بار به مکه رفت و در این سفر در وقوف به عرفات از خدا خواست که خدایا رسوایم کن تا لعنتم کنند. چون از مکه به بغداد بازگشت گویی در طریقت ارشاد و حقیقت برخلاف مصلحت ظاهری قدم گذاشته و کلماتی گفته که تعبیر به ادعای خدایی کرده اند و از همین جاست که حسین ابن منصور در نظر پاره ای از مشایخ تصوف قابل قبول و در نظر بعضی دیگر مطرود است. میگویند در مسجد جامع بغداد فریاد کشید مرا بکشید تا من آرام یابم و شما پاداش یابید. در شورش بغداد به سال 296 هجری حلاج متهم شد و از بغداد به اهواز رفت و در آنجا 3 سال در خفا زندگی کرد. سرانجام او را یافتند و به بغداد برده و به زندان انداختند. مدت این زندان 9 سال به طول انجامید و در آخر در جلسه که با حضور ابو عمر
حمدی قاضی بزرگ آماده بود، ابو عمر خون حلاج را حلال دانست و ابو محمد حامد وزیر خلیفه المقتدر به استناد گفتار ابو عمر حکم قتل او را از المقتدر گرفت و عاقبت به سال 309 هجری نزدیک نوروز 7 روز مانده به آخر ماه ذی‌القعده او را به وحشیانه ترین وضع شلاق زدند، مسله کردند، به دار کشیدند، سر بریدند و جسد او را سوزانده و خاکسترش را به دجله ریختند. آثار وی عبارت انداست: تاسین الازل والجوهر الاکبر، تواسین الحیاکل، الکبریت الاحمر، نور الاصل، جسم الاکبر، جسم الاسکر، بستان المعرفت و دیوان اشعار عربی.
بود.